Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala khatum al-Nabiyin. Buzurgwari muhtarama, Janab Hazrat Sahib, Ri Sahib muhtarama, Jirgay Mashwarati Afghanistan, Azai muhtarama, Idarishan, Mawin Sahibai Rasa Jamhuri, Buzurgai عزیز کشور اعضای محترم لوی جرگه خواهرها برادرها عزیز السلام علیکم بسیار افتخار دارم که دوباره به ما فرصت دادین تا با شما در مورد قطعنامه‌تان هم اظهار تشکر کنم و هم سخن چندی کوتاه داشته باشم. متاسفانه که امروز صبح در جلال آباد انفجار شد و دو تن از هموطنان ما شهید شدند، تعداد هم زخمی شدند و همهشان جنت برین و برای فامیل هاشان تسلیت و صبر و حوصله می خواهم. خدا باشیشان. خدا باشوش. خب ما بزرگای عزیز در بیانیه افتتاحیم به شما ما عزیزین کشور عرض کردم که مردم افغانستان با جهان دوستی میخواهند که ما در دوستی با جهان ترقی خود می‌بینیم و در استقلالیت عزت خود می‌بینیم. و عرض کردیم که برای امضای قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا اگر جرگه موافقت کرد و ولسی جرگه تصویب کرد مراحل تطبیق در نظر بگیریم مراحل تطبیق برای ایجاد امن و صلح در افغانستان و برگزاری انتخابات شفاف خوشحال هستم که شما بزرگان عزیز مسئله امنیت و صلح را در قراردادتان در نظر گرفتیم. ولی اما صلح چه وقت؟ و امنیت چه وقت؟ امنیت امروز بعد از فیصله شما یا امنیت 10 سال یا 15 سال بود؟ امنیت امروز امنیت امروز به این معنا که سر از امروز که جرگه افغانستان با امریکا اظهار دوستی کرد سپردن پایگاه با امریکا کار مفت و آسان و از لحاظ عاطفی و از لحاظ عقلی برای ما نبوده که به یک کشور خارجی پایگاه بدیم بسیار سر ما سخت تمام میشه به خدا و راستی اگه غیرت ما قبول کنه ولی مجبوریت داریم از دست حالات 30 سال پیش ما و از دسیسه های خارجی از هر گونهش پس زمانی که ما اینها را پایگاه میتیم به خاک ما امنیت ما شرط اول ماست و از امروز است به این معنا که امریکا سر از این لحظه دیگه در خانه های ما عملیات کردن میتونه سر از این لحظه دیگه در خانه مردم افغانستان نه شب نه روز بر عملیات رفته میتونه امی منظورتان هست یا نه روزی که جرگه ششته بود شبش در نارگرها در پتیکوت امریکا آیا رفتن دو نفر از هموطنان ما رو کشتن فقط 4 روز پیش
آیا فردا هم باز امریکا در خانه ما میره مردم بکشه؟ آیا اجازه میتیم؟ نمیتیم. پس حملات امریکا بر خانه های ما خلاص شد. و اگر یک بار دیگه رفته بودی قرارداد نمیشه. سفیرشان شیشته مشنوه یک بار دیگه به خانه ما رفته بود بر عملیات نظامی قرارداد نیست. یک بار دیگه رفته بود به خانه ما بر عملیات قرارداد نیست. قرار در پایگاه خود بشه. غجرت و نسی که طالب دی که ترورست دی مش پیش دی پیش دی دی پیش کانه لیر امریکا مش دی سر پیش دی مهربانیک اجازه بدید. افغانستان آنها. پس سر از امروز عملیات نظامی امریکا، تلاشی امریکا، خانه‌پالی امریکا، راهگیری امریکا در سر سرک راه ما بند است و مردم ما آزاد در کشور خود شدند. دوهم سوله تر دوهم دمخه رئیمی صاحب بیار راپورایم لکیره بزرگای عزیز وطن ما سالها ناامن بود و امسال فقط یک ماه پیش از دایر شدن این جرگه افغانستان سراسر کشت و خون بود. صدها جوان امنیتی ما، عسکر ما، مردم ما و صدها زیادتر به نام طالب دی خاک کشته شد. راپور می آمد که نقدر کشته داریم. 40 نفر کشته داریم. 50 نفر کشته داریم. 20 نفر عسکر. 15 نفر مردم ملکی. 40 نفر طالب. 50 نفر طالب. اینا همه مردم افغانستان بودن. از روزی که جرگه را گرفتیم و وعده کردیم به امریکا که جرگه برتان قرارداد میته ای راپورای امنیتی 14 روز است. هر روز برم راپور امنیتی می از ارگانهای امنیتی که مسئولین شانیجی تشریف دارن. در این 2 هفته تلفات ملکی ما و از امنیتی ما و عسکر ما و پلیس ما فضل خدا یک کم شده که 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر. دیروز از وزیر داخله پرسان کردم راپور نامده بود که وزیر داخله امروز راپور نامده تلفات داریم نداریم از مردم ما و از پلیس عسکر امنیت ما. گفت صاحب 1 نفر پلیس تلفات داریم. 1 نفر. او را خدا کم کنم. پس می خواهیم که بعد از این قرارداد هم امنیت ما امت باشه. پس خراب نشوه. گپم برای فهمیدین؟ پس خراب نشوه. این قرارداد به می است که امنیت وطن ما جور باشه. صلح افغانستان من خدمت شما عرض کردم در افتتاحیه که صلح افغانستان در قدم اول به دست امریکا در قدم دوم به دست پاکستان است. و این ثابت است پیش من، مطلق ثابت است پیش من. یک عالم دلایل دارم، یک عالم دلیل اثبات دارم.
همکارای حکومتی ما با مصاحبا و همکارای حکومتی با ما دی میدانن بحثم کردیم با تفسیرش نمیرم وقت میگیره باعث آزردگی دوستای کرال ما کچان متحد میشیم باعث آزردگی شما میشه اسناد پیش ماست نه ما در مورد سلگ پیزنیم خور شما ایران و پاکستان و باسپاسان چاریش میکنیم فعلا چاری امریکا رو بکنیم برای افتتاح دفتر قطر برای طالبا که ما مخالف بودیم دولت افغانستان ما مخالف بودیم چون شک داشتیم از اول که دفتر هدف دیگه داره که دفتر بر عزیز که یک جمهوری اسلامی افغانستان باشه و در اونجا باید یک امارت اسلامی افغانستان جور کنه ما یک چه میخواییم چه ایش باشه چه سر ما فرق نداره بقصد یک افغانستان باشه و یک حکومت داشته باشه بحث کردیم یک سال کامل با امریکا روزی که دفتر قطر باز می شد یک روز پیشش چندین روز پیشش با دولت امریکا صحبت کردیم که بر ما یک خط اطمینانی بیاید که دفتر قطر یک دولت علایده به افغانستان نمی شود یک سفارت یک دولت علایده به افغانستان نمی شود اونا مهربانی کردن بر ما خط ران کردن و چیزهایی را که ما در خط از اینها خواسته بودیم او را برای ما نوشتن ما او قسمت چه برتان میخوانم با امضای رئیس جمهور محترم امریکا با ما نوشتن که ما به همراه حکومت افغانستان کاملا همخید هستیم که دفتری که در قطر برای طالبا باز میشه صرف به هدف مذاکره با شورای عالی صلح افغانستان بوده و در مورد همین اصل با دولت قطر به تماس هستیم و ضمانت های می گیریم تا اصول را که ما و شما با هم وضع کردیم و افغانستان خواهش کرده تطبیق شد به این معنا که این دفتر نه سفارت است نه امارت است نه حکومت است و نه حاکمیت ولی دیدیم که در افتتاحش در دیگر بایرق امارات اسلامی را بلند کردن و لوحه امارات اسلامی را زدن اگر این سند پیش ما نمی بود ما باخته بودیم اگر این سند پیش ما نمی بود ما باخته بودیم چون این سند قبل گرفته بودیم ما اعلان کردیم که قبول نداریم هرچی اینا کوشش کردن که یک دو روز معطل کنین ما پس می گفتیم نه خیر پس کنیم و در جریانی که به این دفتر مذاکره می کردیم بارها مستقیم و غیر مستقیم برای ما از جانب مختلف خارجی پیشنهاد شد اگر شما بر طالب ها یک گوشی افغانستان بسپارین یک ولسوالی را یا یک دولسوالی را ما گفتیم ابدا خوش آمدن در حکومت مرکزی شریک شوند وزیر شوند رئیس جمهور شوند رئیس شورا شوند وکیل شوند کلش بگیرن ولی گوشیش داده نمیتونه کلش بگیرن ولی گوشش داده رو میتونه با نماینده ها و اونایی که با برادرای ما طالب ها به تماس بدن تماس گرفتم مولوی صاحب ضعیف خواستم پیش بود که ششتم گفتم برادر اما تو آوازه شنیدیم اما تو پیشنهادات مستقیم غیر مستقیم بر ما میشه آیا بر شما اما تو پیشنهادات شده یا نشده گفت شده گفتم شما چی میگین؟ گفت ما رد میکنیم گفتم آفرین اول بتی با طالبایتان با کلانایتان که فریب نخورن پس اعلامیه دادن طالبا که ما این فریب نمیخوریم ما افغانستان واحد میخواییم و با او گپ خود باید استاد باشن چرا ما گفتم صلح میخواییم صلح یک افغانستان واحد است
و افغانستان واحد با امرای هر خارجی معامله کرده میتونه و داد و ستد میتونه. افغانستان که در خطر باشه از معاملاتش خطر برش میبره. لحاظا ما بسیار خوش شدیم که شما در اعلامیتان، در قطعنامیتان اشاره به این کردین که اول صلح بیاید. صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکاست و اینا با ما این صلح زیر کار بگیرن. من میدارم که اینا اگر صادقانه که تماس تا چون این کار میشه. سوم، انتخابات. گپ همه کوتا کردن در مورد صلح، گپ بسیار دارم ولی کوتاش کردم. در مورد انتخابات د لوی جرګې تر دایرېدو درې ورځې د مخه، د لوی جرګې تر دایرېدو تاسې کابل ته راتګ راتګ شروع کړی وو او شنبه ورځ وه که یک شنبه ورځ وه، زه او ملګري سپنتا صاحب، وزیر صاحب خارجه، خورم صاحب او نور ملګري د امریکې د سفیر صاحب سره او د امریکې د جنرال صاحب ډنفرد سره چې محترم کسان دي، موږ یې عزت کړو، د یو ستر ملت نمایندګان دي، د دوی سره په خبرو کې ناست وو او پر درېمه ماده سره جوړ نه شول چې هغه د دوی نظامي عملیات د افغانستان په کورو کې وو. دوی ویل موږ ته استثناء قایل سي که زموږ کوم څوک ونیول سي اختطاف سي نو بیا موږ ورسو سره جوړ نه شو. چې سره جوړ ونه شولو ما د امریکې سفیر ته وویل چې ستاسو څه عجله ده، ولې عجله لري چې دا قرارداد حتماً زموږ سره امضا سي، ولې 15 میاشتې بعد منتظر کیږي، نوی حکومت راځي هغه به 15 کاله عمر لري، د هغه سره ولې دا قرارداد امضا کوي، ولې نه دا انتظار نه شي کولی، مال ولې نه شي کولی، 15 میاشتې څه دي، 12 کاله دلته واست 15 میاشتې انسان نه شي کولی، ولې نه، موږ خپل پروګرام لرو او د دې امکان شته چې د اول راوند تر انتخاباتو وروسته دوهم راوند 15-16 میاشتې وځنډیږي. ها دلته زه وارخطا شوم چې دوهم راوند ولې 15-16 میاشتې وځنډیږي. ذهن مې فوراً لاړې تېرو ریاست جمهوري انتخاباتو ته چې د هغه چمز موږ سره اوسو. اول انتخابات مو وکړه، بدنام کړه، رسوا کړه او معاملې راسره شروع کړې چې دا راسره ومنه یا دا راسره ومنه. لودین صاحب نه پېژنې چې دلته ناست دي که نه، او نجفي صاحب نه پېژنې چې ناست دي که نه. نن چې د امریکې خارجه وزیر صاحب دی جان کیری صاحب، ډېر پوه سړی دی، ده راته وویل چې ته د دغه انتخاباتو تېر سه، دوهم راوند ته به ولاړ شو. ما ورسره ومنل سي ده دا انتخابات زموږ په درد بالا نه خوري د دې ملت چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې زه را هم سم د اول راوند ملت یې نه مني چې دا به نامه سو دوهم راوند ته د انتخاباتو ځو. لودین صاحب ږغ باندې را باندې وکړ چې رئیس صاحب مې منه دوهم راوند نه کوي، مال نه کوي، هغه لاس پورته کوي جان کیری صاحب چې حتما یې کوي قسم یې یاد کوي، خو دوهم راوند ونه سو. دوهم راوند انتخاباتو ونسو. هلته ما اووه کاله حکومت کړی و، یو سلسله مې درلوده، یو دولت مې درلوده، یو شناخت مې په افغانستان په جامعه کې درلودی، نو حالات ثابت پاتې سوه. که بیا هم په آینده کې اول راوند انتخاباتو وسي او دوهم راوند ونسي او 15 میاشتې ماتلې کې، زه او زما معاون صاحبان به وخت به پرسوي، مشروعیت په بالا د حکومت داری نه لرو، نوی رئیس جمهور به راغلی نه او افغانستان به بی حکومت پاتې. متوجه هستین که تمو ما که گفتم انتخابات شفاف شوه از او مجلس ما ترسیدم که اینو تو بر ما گفتن، نکنه خدا را خواسته که امو تشاه که راوند اول انتخابات ما صورت بگیره، دو کاندید براین، باز ماتل شده برو، ماتل شده برو، هر دو کاندید خود برنده بگوین و انتخابات ما نشه. پس ما از جامعه جهانی تعهد میخواهیم که قسمی که قانون اساسی افغانستان گفته، با شدن راوند اول انتخابات، اگر در راوند اول انتخابات نتیجه نگرفتیم، رئیس جمهور تعیین نشد،
دو نفر بر آمدن بیرو کمتر از 50% ولی اول بودن در طبق قسم قانون گرفته در خلال مدت 2 هفته باید انتخابات دیگهش برگزار شد. چرا 5 ماه؟ چرا 4 ماه؟ ترتیبات بگیرن از میاله بکنن انتخابات. پس ما انتخابات خود با موقع می خواهیم و انتخابات دو میشه در ظرف 2 هفتهش می خواهیم تا راه معامله گیری بچه. به این ترتیب خواهرا و برادر عزیز، بزرگا عزیز، من امروز پیامی به امریکا دارم. پیامی است که ملت افغانستان دوستی خود با شما ثابت کردیم. روز جرگه ما اعلان کرد که برتان پایگاه میتیم و اظهار دوستی کرد و با همراهتان قرارداد بست. مردم یک ولایت با بامیان گفتن بر ما هم بیارن، ای علاقه بندی و دوستی را نشان میده، نیت نیک ملت افغانستان نشان میده. و ما یک ملت غریب و بیچاره استیم، سال حاضر پا شدیم، حوصله جنجال تا قیامت نداریم. آرزوی ما ایست که در نتیجه ای قرارداد که ما با امریکا میدیم، امریکا و متحدین غربیش با ما صادق باشن و می قرارداد در صداقت تطبیق کنند. این پیام از طریق سفیرشان به ملت امریکا می دهم. نو دیگه در پارس زمور اطمینان حاصل سویی بعد چه مراحل در تطبیق بلورو. ما تاست بخبر افتتاحیه و اینا که ول عزیزانو چه افغانستان همیشه جنگون گتل دی خوب سیاستی بایلل دی. دلته ما ته موقع راکی چې زه سیاست وکم تر څو تضمین کړم د دې قرار د دې افغانستان ته په مو ته مور کوي چې اطمینان حاصل کړم چې وطن مو سم روان دی، ښه روان دی، په امن او سوله کې روان دی او ژر به د یو نوي رئیس جمهور او یو نوي حکومت خاوند سي. که دا وسوله ډېره ده، که سوله نه وي راغلې انتخابات هم خراب سي، مملکت مو ولاړي. او دا زموږ ستاسې وظیفه ده د دغه مجلس چې د افغانستان مخور سیاسیون پکې ناست دي چې د افغانستان ملت د هغه عاقبت څخه وساتو. بله، اگر جنگ ما بنا کرده باشیم ما آورده میتونیم سوله، اگر جنگ دیگه کس بنا کرده باشه ما نمیتونیم سوله آورده. جنگ ما بنا نکردیم خوار. ما سر شوروی حمله کردیم یا شوروی سر ما حمله کرد؟ اونو یک کس آورده خواه اینجا یک کس پیدا میکنه که بیاره باز، لحاظ باید نبیارن. پس بزرگای عزیز، امنیت غواړو، سوله غواړو او ښه انتخابات غواړو. تاسو ما څه غوښتي چې مزا په یوه میاشت کې ورسره وکړم؟ آیا دا سوله په یوه میاشت کې راتلی سي؟ امزا به وکړم، سوله به نه وي راغلې، بیا ملامت زه یم که څوک دي د افغانستان و تاریخ ته ملامت څوک دي د افغانستان و تاریخ ته که ما امزا وکړه او سوله رانغله؟ جواب راکړئ. ملامت څوک دی؟ زه به نن دا امضا کوم او سبا به سوله راغلی نه وي، وطن به در بدر وي، دی به په خپل پایګاه کې قرار ناست دي او موږ به ټک ټک یو. نو ضمانتونه غواړو. رازم بولي موضوع ته. بالکل درست است. باز پسان سوال کس پیشن، اجازه بتین. درست است. خلق مانده از او تیرجن، آفرین سی گفتی. خلق ماندن از او تیرجن بار نباشه. درست میگی، بسیار حالا. جنرال سوازارا، خانه تو باد. در تلویزیون ما هم بسیار جا گفتی. خانه تو باد، آفرین. ایناله برادر و عزیزایم، خواهرای عزیز، تکرار میکنم با امریکا پیام دوستی ملت افغانستان رسید
پایگاهش منظور شد آل امریکا صداقت خود به همراه ما ثابت کنه. دوم جرگه عزیز، آیا تاسو په خپل فیصلو کې قناعت لري ټول او دغه ستاسو فیصله ده؟ دا قطعنامه چې ولوستله ټوله لاسونه پورته کړئ، ټوله په دې قانع یاست، څوک مخالف نشته؟ راست یې رمق. بله بله، سیده په دې معنی کې موږ د امریکې سره ډېر کار وکړئ. چې تجاوز تعریف سي، چې تجاوز څه معنا، ولې چې کله چې موږ ستراتیژیک تړون غوږ راته د ډېر مهم سوال وکړئ. کله چې موږ ستراتیژیک تړون د امریکې سره امضا کوي، په هغه کې یو ماده وه چې امریکا به د افغانستان سره کله چې پر افغانستان حمله کیږي یا تجاوز کیږي همکاري کوي. تړون چې مو امضا کوي، زموږ د همسایه هیواد څخه توپونه او راکټونه راغله، خو امریکې راسره ونه منل. دا پړی راسره کړی ده، د دې پړی هم یو دلیل دا دی زه دلته کوښښ کوم ضمانتونه ډېر سي. مهرباني کړئ، مهرباني کړئ، مهرباني کړئ، مهرباني کړئ. آیا جناب رئیس صاحب جمهوری اسلامی ما و مهربان ما همه قرار داد از نگاه مصلحت خدایی، از نگاه ایجاب قرآن، آیا امریکای ها در کشور ما حربی هست یا مستعمل است یا ذمی؟ مستعمل که از سی قسم زیاد نیست، تمام نیست. کافرهایی که در کشور ما میارد یا حربی هست محمود یادر هم حربی هست یا مستعمل، مستعمل، مستعمل. برادرها اجازه بتین، خواهش میکنم اجازه بتین. درست میگی مولی صاحب، ادامه بتین. اجازه بتین مولوی صاحب، جوابتان رو دستی میتم. درست شد، شنیدم، 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 شنیدم. خواب بزرگای عزیز، بزرگای عزیز، اجازه بتین مولوی صاحب ما سوال برحق کردن. ای جرگه است، اینجا بر آزادی بیان مردم آمدن، نه برای من بیان. خوب نیست که شما اعتراض میکنه کسی که صحبت میکنه. اگر همین ترتیب مجالس پنجا کمیتی جان بوده باشه که کسر اجازه صحبت ندادین، پس این قطعنامه قلابی است. اگر قلابی نیست، چرا اجازه ندادین صحبت کنه؟ درست نیست. آزادی بیان حق همگیست. خواهر و برادر عزیز، شما فعلا در افغانستان در موسعی لوگر بعضی ها رفتن میتونیم، شما در عزر رفتن میتونیم، شما در زابل در چهار پنج ولسوالی رفتن میتونین، شما در غزنی در نصفش انتخابات کردن نتانستین، شما در هلمند چهار پنج ولسوالی به دستان نیست، شما در پکتیکا ولسوالی ها را به اختیار ندارین، شما در بدخشان جنگ داشتین. یه تو نیست که یه وطن کنگی به موافق است، حقیقت همی است. ولی دلیلی که ما میگیم صلح بیای هم هی است که وطن همه که به این موافق شود. ما نظرات مختلف دی خاک داریم که با دور احترام کنیم. نظر مخالف دی خاک است و ما هم که اینجا ششتیم از روی مجبوریت به این توافق کردیم تا خاک ما با هم متحد و صلح بیاید. پس قطعنامه تانه
بزرگای عزیز تعداد اکثریت مطلق من میبینم که تایید کرده تعداد هم مخالفین داره و ما مرحله تطبیق میخوایم مرحله تطبیق میخوایم خوار که صلح بیایه اگر صلح نامد علمی قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه اگر صلح نامد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه صلح شرط باز برای این قرارداد امریکا بر ما صلح بیاره ما این قرارداد رو به هر دو دیده با امرایش منظور داریم و امر شما را قبول کرده امضایش میکنیم بخیر باشید اجازه بدید بر ترتیبات جرگه تان قوت های امنیتی افغانستان شو و روز کوشیدند افتخاری خاک باستان مبارکشان باش مردم کابل رنج کشیدند تحمل کردند به خاطر که صلح بیا نه به خاطر که ما کسر قرارداد بدیم بلکه به خاطر که صلح بیا اجازه بدید قد گفتم که تقدیر کردیم تقدیر میشن نیروهای امنیتی ما کمیسیون جرگه به سرپرستی دارونشایش مدبر صاحب سخت کوشیدن و اعضایشان از اینا تشکر میکنیم فوق العاده از جناب حضرت صاحب از اعضای محترم اداریشان از همگی تشکر میکنیم و به این امیدواری که قرارداد بر افغانستان امن بیاره صلح بیاره و حکومت توسط رای مردم افغانستان بیاره از شما تشکر میکنم آباد و خوشحال باشین و انشاءالله تعالی که ما برای تطبیق قرارداد به نمایندگی شما با امریکا هم پیمان درست میکنیم هم چنز دین خود ادامه میدیم تشکر لطفاً به جایتان آرام بشینین بگذارن که سخن بزنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وقائد المجاهدین حبیبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد حضار محترم مد القاب میگذرم و میگم همشیرگان و برادران از همه القاب که در برادری و همشیرگی بهتر است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب جلالت ما رئیس جمهوری با چیزهایی که گفتن اکثرش خوب و معقول و به مصلحت افغانستان بود ولی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما قرآن و دستور آسمانی را که آوردن اونجا تعلیمات هست که به ها به اساس و تعلیمات کار کنیم آیه صریح هست که بسم الله الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن مردم را به طرف پروردگار تو به طرف صلح آرامی با یک منطق و با یک سلسفه بسیار نرم و خوب دعوت کو و ایتی مجادله کو برای طریقه ای که او رای حسن و بهتر باشه
جناب رئیس جمهوری ما که جمهوری ما نشستن مثل اولاد ما هستن، مثل شاگرد هستن، مثل ما ولی نعمتشان هست. خبردار اینا نداره. ما اینا را ما راستی که مثل اولاد خود میدانم. و تا به حال امراشان ما دست برادری و رفاقت دادیم، نه تنها اولادی. و تا چه جایی که شما میدانین من رئیس جمهور را تقویه کردیم، پشتبانی کردیم و امکان داره که هیچ نباشد یک 50% از زمین ریاست جمهوریشان ما هم حصه داشته باشم و اونها خیر ببینن. بسیار احترام مرا میکنن، دست مرا به معذری هم بوسه میکنن. از این من ممنون هستم، ولی که به سخنهای من بسیار گوش ندادن. من گله دارم که میشنوه قانی میش عمل نمیکنه، خدا عمل بتش. اگر به سخنهای من عمل میکردن این مشکلات امروز نمی بود. ما الحمدلله یک آدم مسلمان ساده و گناهکار هستم، ولی از شریعت و اسلام و سیاست و همه چیز با خبر هستم. ریش ما در سیاست و در اسلام سفید شد. عمر ما به 69 سال رسید به شرطی که خانه مرا خبر نکنند. دیگر بایی هم ما برایشان بعض وقت مشورای سید دادیم و عمل کردن، بسیار خوش بودن. در سفری امریکا که رفتن برای بوهاما ملاقات داشتن، بسیار نصیحت کرده بشان که بسیار عصبی نشوین، تکیه به جلو بروین. این بسیار مهم چی از ملاقات است، انشاءالله نتایج خوب میتن. پس که آمدن بسیار خوش بودن، کلا احترام ماره کردن، بسیار زیاد چی کردن، بگو گوشاک چیزای ماره قبول کردن. و ببینه اگر سخنهای ماره بشنمین عمل کنین، دنیا و آخرتتان خوب میشه. ما یک دسیفی ریشفید بیغرد و بیمطلب هستم غیر از رضای پروردگار و خیر افغانستان و مسلمان دیگه چیز نمیخوایم. دیگر ما گلی که از رئیس هم داشتم که در می طول چند سال با این که امریکایی ها بسیار چی کردن، غلطی ها کردن، اشتباه ها کردن، بسیار مردم ما رو کشتن در عملیات ایناشان، لیکن همی هم از جگرای نرم و منطق و فلسفه و اینا میتونستیم اینا رو قانع بسازیم. حالم چیزایی که رئیس هم گفتن اکثر چیزای اینا معقول بود و حق به جانب هستن و باید امریکایی ها از امی نظریات ما که به خیلی افغانستان و خیلی خودشان است تجاوز نکنند. اگر این قرارداد امضا میشه و بعد از امضا باز امریکایی ها مخالفت میکنند، دنیا مخالفت میکنه، این ملت مسلمان افغانستان این مرده نیست، این زنده است. این ملت مسلمان افغانستان اون ملت هست که در برابر ابر قدرت اتحاد شوروی که امریکا ازش خوف داشت مقابله ازش قیام کردن و نتیجه گرفتن و به کمک دنیا و توفیق خداوند جل شانه به رسوایی اتحاد شوروی از افغانستان برآمد. حال هم ما تعهد میکنیم با شما ملت مسلمان افغانستان، نمایندگان ملت و با حکومت خود که اگر مخالفتای رخ میده ما مرده نیستیم تا که نفس در جان ما هست باز قیام خواهد کردیم، ولو به دست خالی. دیگر به عرض من ایست که امریکا هم باید فکر کنه که این ملت فقیر بیچاره وقتی که در برابر ابرقدرت اتحاد شوروی قیام کرد و امروز یک ابر قدرت من که شما هستین، یزدان ما شده، حالا شما باید یزدان فراموش نکنین که ملت افغانستان در قدرت ها و ابر قدرت ها را ختم کرد، یک قدرت من که خودتان است. حالا ما همین قرارداد را که می خواهیم امضا کنیم و باید امضا شوه یک چیزی است که از این ما منصرف شده نمیتونیم. فعلا رئیس جمهور
و ما وعده بده که قرارداد به زودی امضا میکنه و تا جایی که ما تجربه داریم دانش داریم علم و شریعت و قانون میفهمیم انشاءالله که قرارداد به خیر ماست و اگر از هر ماده قرارداد در آینده دوستای ما و امریکا مخالفت کردن با جوابگویشان ما ملت خواهد دیم دیگه ما خواهش میکنیم که قرارداد به زودی امضا شود و اگر امضا نشود ما به شما وعده میتم که من یک آدم گناهگار و یک خدمتگاری ملت که 35-40 سال از خدمت هستم من یک استعفا میکنم از همه چیز و مهاجرت میکنم از این وطن میبرایم و یک وطن دیگه میرم و میگویم که از سیاست غلط حکومت ما مجدد کردیم واضح میگم من اینم دور سه روز من رفته نیستم انشاءالله باز دیگه خدا شما را خدا نگاه کرده به زمان خود من بیچاره دی سفید دمی حالی سفیدی 90 سالگی من مجبور هستم که وطن ایلا کنم چرا به سخنهای ما کس وقت نمیگذاره و به کردارهای ما و به پیشنهادهای ما کس عمل نمیکنه خداوند جل شانه وی افغانستان را در زمان خود نگاه کنه و ما شما را توفیق بده که کاری بکنید که پروردگار خدای عز و جل از ما راضی شود نه مال به درد نخوره نه جا نه موتر نه تعمیر نه زمین نه برکی نه کلش فانی قابل فناست کل من علی فان و یبقا رب یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام چه کنیم دل ما کفیده برای من یک مناسب نیست که دیست و نسال و دیست به تکالیفی که من دارم باز به یک خدمت باشم لیکن همه علم که رئیس بند ما خواهش کرد چند دفعه من ریاست جرگره قبول کردم دمی یک ماه تا اندازی که در قدرت ما بود کار کردیم همکارای ما را خدا زنده داشته باشه که در رسشان آقای مدبر است دیگه خوب اینا هم کاری کردن این مسئل سلسال بسیار به خوبی انشاءالله به انجام میرسه و تا حال هم انشاءالله وضع خوب است همه خوش هستن کمیته ها را دیدیم که اکثر کمیته ها به اخلاص کار کردن و به اخلاص پیشنهادات کردن که همیشان مقبول است دیگه چی بگویم دماغم خشک و قسمتم واژگون و طالعم رسوا فلک بی مهر و من کم طالع و معشوق بی پروا نمیدانم کجا خواهد کشید انجام کار آخر ملامت یک طرف من غم یک طرف من در میان تنها و السلام علیکم و رحمت الله یک چیزی که خدمت شما عرض کنم که دمی وقتی که در یک ماه بیسرودی که شورا جرگه دایر می شد بسیار برادران ما خدمت زیاد کردن خدا اینا را اجر بده و جناب جلالت ما رئیس به جمهور خواهش می کنم که آقای دکتر مدبر را یک مدال صداقت راستی بده دیگر برادرایی که خدمت کردن، کار کردن، زحمت کشیدن، شبها به سر کوها بودن بیچارا و می خنک اینا همونجا شب تیر کردن به خاطر امنیت. دیگر اینا همه که باید جزا و پاداش مادی هم بگیرن. دیگر ما از جلالت ما به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، معاونین ریاست جمهوری، رئیس مجلس جرگه، رئیس و اعضای سر محکمه، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعضای کابینه اعضای محترم لوی جرگه مشورتی مهمانان محترم داخلی و خارجی از همه تشکر می کنم که شما تشریف آوردین در این جرگه تان رونق دادین و روشنی دادین خداوند از انوار و برکات شما را مستفید بساده از کمیته محترم امنیتی قماندانی امنیه کابل و سایر قطعات وزارت محترم امور داخله فرقه 111 وزارت دفاع ملی و سایر جدوتامه های آن وزارت ریاست محافظت رجال بردسته دولتی ریاست امنیت ملی کابل و سایر ادارات ریاست محترم عمومی امنیت ملی ریاست محافظات شخصی رئیس جمهور کندک بی ریاست جمهوری تمام منصوبین ارگان های امنیتی معاونین و کارمندان محترم ریاست عمومی اداره امور و دارنشای شورای وزیران تیم تسهیل کنندگان و گزارشگران کمیته ها شورای محترم امنیت ملی قطعات تشریفات ارگ ریاست جمهوری وزارت های محترم امور خارجه تحصیلات عالی
اطلاعات و فرهنگ و فرهنگ امور شهرسازی و مالیه اداره مستقل ارگانهای محل ریاست محترم شهروالی کابل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و رسانه‌های داخلی و خارجی و سایر ارگان‌های دولتی و نهادهای مدنی که کمیسیون آمادگی برای تنویر لوی جرگه مشورتی را در خصوص برگزاری هرچه بیشتر و بهتر لوی جرگه مشورتی یاری رسانیدن. از همه تشکر. همه را خداوند جزای نیک در دنیا و آخرت بده و ما را توفیق خدمت شما همشیرا و برادرا بده. شب. بله. اگر چیزی یادت آمده که یک سال گپ بزنی وقت نیست. بله. بگنی چی قارت آمده. تکرار میخوایم بکنم که امریکا به خانه های ما رفته نمیتونه بار زیستند. کسی را کشته نمیتونه در خانه هاش. کوروت نیست اطلاعی خلق نیست و جلعی. در افغانستان خلق به امن وی او سول برازی دستی نیست که رایش امریکا پا خپل ادو که ناست وی او پا مملکت که مجنگ وی دانمونو در دا فیصله در جنابز زد در تایید کرد. بلکل شهید چیزی که رئیس هم میگوید این درست گفت است که امریکا هیچ حق نداره که به خانه افغان ها بروه و این خب در نشه و تحریری برای ما داده ای رواده کرده یک عبر قدرت دیگه از راجی خود مخالفت نمی کنه و اگر بکنه حاضر است که باز مظاهره را تجیب بکنه. مظاهره نیست صاحب قطع قرارداد. قطع قرارداد با کم چیز یک دفعه قطع قرارداد. اینا تعهد کردن که افغان ها را در خانه شان نمی کشن. دا جو کی رسر درست است چی خب امضا ورسو اینا خو میگن نه بخواد برادر اینا خو امضا کو خودت بعد از اون مخالفت کردن ما میدونیم اول اینا ثابت اگر امضا نکنین ما خفه میشیم میریم امضا کنین که مسئله فیصله شود بیاد نمیشه